قدرتمندیم، ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. روز جنگ اقتصادی و جنگ روانی در برابر ملت ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان و صمیمانه و آرزوی سلامتی جسم و روان و آزادی چی بگم فراگیر برای شما بینندگان عزیز در سراسر دنیا، به ویژه خدمت شما هموطنان و عزیزانی که داخل کشور زندگی میکنید. برنامه چشمانداز این هفته را هم اختصاص دادیم به گفتگو با آقای علی جوانمردی، مدیر رسانه آواتوده، دوست عزیزی که در این چند سال میشه گفت تمرکز ایشون بر خبررسانی صحیح و دقیق و افشاگری از مواردیه که بسیاری از رسانه ها یا از اون پرهیز میکنن یا بالاخره در اختیارشون نیست پخش اونها. و خب در این چند جلسه که ما در خدمت آقای جوانمردی بودیم، استقبال شما بینندگان بسیار خوب بوده، سوالاتتونم فراوان بود که البته من همه را حذف کردم. و خب امروز هم ما فرصتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد که سوالات خاصی رو اگر از آقای جوانمردی دارید یا صاحب ها میبراتون هست یا مواردی برای ما در واتساپ که خدمتتون اعلام میشه، واتساپ همیشگی برنامه من، بنویسید، نه صوتی، بنویسید تا ما در ضمن برنامه خدمت آقای جوانمردی مطلب رو ارائه بدیم و ایشون پاسخ رو بدن. اما با توجه به تغییر و تحولاتی که ما در هفته گذشته داشتیم در جهان، به ویژه در ایران، و اتفاقات که واقعا برخی ناگوار بوده، برخی تعجب برانگیز بوده و هنوز در امریکا مشخص نیست رئیس جمهور آینده امریکا چه کسی خواهد بود، از اون ور در درون ایران ما شاهد ترور یکی از رهبران القاعده بودیم که ادعا شده که نیروهای اسرائیلی با کمک نیروهای امریکایی یا با اجازه اونها این عملیات رو در 3 ماه پیش انجام دادن که اینجای تأمل داره، و مواردی که باید ببینیم درون ایران چه میگذره با توجه به پخش سریال خانه امر و سریال های مشابه این مثل گاندو و مواردی که سعی کرده این فریب بزرگ رسانه‌ای جمهوری اسلامی ذهن مردم رو به سمت‌های گوناگون سوق بده. چرا که یه چیزی که برای خود من خیلی عجیب بود این بحث جریان احوازه که تناقضات در این خبر در همون سالم فراوان بود و دوستان عزیز ما این رو آشکار کردن، هم جمله آقای جوانمردی که به اون خواهیم پرداخت. حالا می‌بینیم شخصی به نام حبیب اسیو دستگیر میشه، در اون سریال هم این جریانات به هم وصل میشه و داستان‌های متعدد جالبه. یک مثلا فردی که فعال عرب هست مثلا یا استقلال طلب هست یا میشه گفت فدرال طلب هست، تبدیل میشه به یه شخصیت وهابی در اون سریال. نکات فراوانیه که خود بینندگان الحمدلله هموطنان متوجه هستن که رسانه‌های جمهوری اسلامی چگونه میخواد به اهداف شومی که به دنبالش هست برسه، که اینا همه مواردی خواهد بود که من مطمئنم آقای جوانمردی در مورد اونها پاسخ لازم رو خواهند داد. اما یک نکته خدمت شما عزیزان بگم، امروز بیداری و هوشیاری ما لازمه اینه که ما رو بتونه به سمت و سوی ببره که کمتر فریب بخوریم. جمهوری اسلامی فریب‌ها و دام‌های متعدد و نقشه‌های متعدد و سوژه‌های گوناگون و پراکنده‌ای رو به اجرا می‌ذاره برای اینکه ذهن مردم رو از اون واقعیت خودشون دور بکنه، گاه اونها رو دچار توهم بکنه، گاه دچار نگرانی بکنه، گاه دچار تفرق، گاه دچار آدرس اشتباهی. به ویژه که الان بعد از 1 سال از جریان آبان هنوز خون‌های مردم، جوانان ما بیش از 1500 نفر که مغزهای اونها روی آسفالت‌های کشور عزیزمون پودر شد، خشک نشده. هنوز خون مسافران هواپیمای اوکراین خشک نشده. هزاران موارد دیگه‌ای که جوانان ما هنوز در زندان‌ها هستن، فعالان سیاسی ما. همین لحظات پیش یکی از عزیز از مشهد من پیام داد که مثلا فردی دستگیر شده در مشهد به نام آقای سام مشهدی، دیروز احضار شده و دستگیر شده، خانواده‌اش خبر نداره، و هزاران نگرانی پی در پی، فقر، گرسنگی، بیکاری، خودکشی، تخریب منازل مردم، گویا که ما وارد یک دوران سیاه و تاریکی داریم میشیم که شدیم، ولی هر روز تاریکتر هست. اما امید هست که این تاریکی ها به زودی به روشنایی تبدیل بشه. خب من سعی میکنم کمتر صحبت کنیم تا در خدمت آقای جوانمردی عزیز باشیم. سلام و درود بر شما آقای جوانمردی.
بینندگان گرامی. خب آقای جوانمردی، من قبل از اینکه بخوام هر سوالی رو مطرح کنم، دوست دارم، خب میبینم شما طبق عادت معمول لایو میذارید مطالبی رو روزانه برای مردم ایران، بالاخره فالوورهای خودتون، کسانی که اخبار شما رو دنبال میکنن، مطرح میکنید. خب چه بهتر که امروز بتونیم 10-15 دقیقه در خدمت شما باشیم، مختصری از اون موارد رو که لازم میدونید در صورت روزانه ارائه میدید ارائه بدید، تا بعد من سوالات خودم و سوالات بینندگان عزیز رو خدمت شما ارائه بدم. آقای احراری، میخوام از انتخابات امریکا شروع کنم. برای خیلی ها سوال شده و میپرسن. انتخابات امریکا نتایج قطعی و نهایی هنوز منتشر نشده، صرف نظر از اینکه حزب جمهوری خواه چی میگه یا حزب دموکرات. در حال حاضر سرنوشت انتخابات در دست دادگاه های ایالتی هست، دادگاه های ایالتی تعیین کننده هستن و به احتمال زیاد در ماه دسامبر سرنوشت این انتخابات مشخص خواهد شد. ولی آن چیزی که مهمه، چه آقای ترامپ دوباره برگرده و برای 4 سال آینده رئیس جمهور بشه، چه آقای جو بایدن، امریکا به سال 2016 بر نمیگرده و ایران هم به اون مقطع بر نمیگرده. همین چی تغییر کرده، وضعیت به گونه ای نخواهد بود که جمهوری اسلامی اون رو تعریف میکنه و سعی میکنه با سوء استفاده از دروغهایی که در این زمینه پخش میکنه بر بازار ارز، بر طلا تأثیر بگذاره و به نوعی بار دیگه دستورد بزنه به جیب مردم، خزانه خالی خودشون رو از جیب مردم پر بکنن. این خیلی مهم هست که هممیهنان ما بدونن که امریکای 2020 امریکای 2016 و قبل از اون نیست و خیلی چیزها تغییر کرده که اگر فرصت باشه در موردش صحبت میکنیم. ولی موضوع خیلی مهمتر که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مستقیما به تک تک شهروندان ما ارتباط داره، جنایتی هست که جمهوری اسلامی بسیار خاموش در حال حاضر در شهرها، شهرستانها، در پایتخت داره انجام میده تحت عنوان مبارزه با کرونا. اینها قرصهایی رو از چین وارد کردند که این قرصها در واقع تایید نشده هستند برای مبارزه با کرونا تحت عنوان قرصهای تاثیرگذار بر ویروس. اینها رو به بیماران میانسال و جوان میدن و عمدتاً کسانی هم که این قرص‌ها رو مصرف کردن جان خودشون رو از دست دادند. پزشکانی که از این مسئله مطلع هستند زیاد نیستند، ولی افرادی که با ما تماس گرفتند، تماس‌های متعدد از جاهای مختلف، حتی الامکان توصیه کردند کسانی که مریض میشن به بیمارستان‌ها مراجعه نکنند، چه بسا کادر درمان که بسیار بسیار زحمت کشیدند. ما در مجموع اگر نگاه کنیم، کادر درمان در ایران اگر بهتر از همه کشورهای جهان کار نکرده باشه، کمتر از بقیه نبوده. ولی جنایتی که در حال حاضر داره انجام میشه توسط سپاه پاسداران، بخش مبارزه با کروناش که اسمش رو گذاشتن مبارزه با کرونا و همه شاهد هستن که سرداران سپاه پاسداران در رأس اون قرار گرفتن، داره انجام میشه. قرص های چینی رو تحت عنوان قرص ضد ویروس به بسیاری از افراد میانسال و جوان دادند و اینها در حالی که داشتن بهبود پیدا می کردند به خاطر کرونا، جان خودشون رو از دست دادن. بعد از اون اجازه ندادن هیچ آزمایشی روی اونها انجام بشه و بلا فاصله به خاک سپردند. این یک جنایت کاملا واضح هست که در حال حاضر در سر تا سر کشور داره انجام میشه و به همین دلیل هم اومدن گفتن که ما داریم به نتایج قطعی میرسیم در مسئله دستیابی به واکسن کرونا. همه میدونن جمهوری اسلامی نه چنین توانی داره، نه چنین در چنین سطحی هست که بتونه واکسن کرونا رو مثلا قبل از امریکا، قبل از کشورهای اروپایی تولید بکنه. این مزاحی بیشتر نیست و حقیقت نداره. در این بین هممیهنان ما باید خیلی خیلی مواظب باشن، کسانی که به هر دلیلی عضوی از اعضای خانواده‌شون درگیر کرونا شدن، مواظب باشن قرصی که اسمش رو گذاشتن ضد ویروس رو به اونها ندن، مخصوصا این رو برای مریض های یا بیماران میانسال و جوان استفاده میکنن. همه مواظب باشن. آماری که در سطح دنیا وجود داره از مرگ و میر کرونا، در هیچ جای جهان اندازه ایران افراد میانسال و جوان با کرونا جان خودشون رو از دست ندادن. موضوع خیلی مهم دیگه که یه لحظه آقای جوانمردی ببخشید، من اون چیزی که تا در اینجا میشنویم تهیه واکسن کرونا مطرح بوده اما نه قرص کرونا، و این داستان خب قابل تأمل هست. و از طرفی آیا سازمان بهداشت جهانی هیچ نظارتی نداره برای اونچه که داخل ایران داره رخ میده که و اینها هر آزمایش یا هر بلایی رو سر مردم در بیارن؟
جمهوری اسلامی هیچ حقیقتی رو به نهادهای بین‌المللی سهل، به خود نهادهای داخلی هم نمیده. یعنی زمانی که مثلا سپاه پاسداران مرتکب عملی جنایتی میشه، هیچ وقت این رو به وزارت بهداشت هم نمیگن. در حال حاضر ستادی که مثلا خامنه ای تشکیل داده تحت عنوان ستاد مبارزه با کرونا، که ما بهش میگیم ستاد بقای نظام، افراد سپاهی در رأسش قرار دارن، به جای اینکه پزشکان حاضر، کارشناسان متخصص ویروس شناسی در اون حضور داشته باشن، افراد سپاهی که هیچ گونه توجیه علمی و اساساً هیچ گونه توجیهی نداره و هدف اینها جز مسئله حفظ امنیت خودشون نیست، هیچ ارتباطی به کرونا نداره. در این زمینم اینا وقتی که داروهایی رو به مریض ها میدن، خب این رو تحت عناوین دیگه بهشون میدن. اولا پزشکی که از این دارو استفاده میکنه، اون پزشک خودش نمیدونه، عمدتاً بسیاری از اینها نمیدونن که چی براشون، مثلا دارویی اومده به اینا گفتن این دارو برای ویروس هست، ضد ویروس هست و خیلی خوبه برای ویروس، این رو بهش بدید به مریض، و در مواردی میرن خوب عمل میکنه بهشون میگن که گزارش بدید. خود اون پزشک کادری در نمیدونن چی هست. تعداد بسیار معدودی از پزشکانی که از این مسئله خبر دارن این رو گفتند، این رو توصیه کردند که اکثر کسانی که دچار مرگ و میرهای میانسال و افراد جوان گزارش دادن، بعد از استفاده از این قرص هست. ما نمیدونیم این قرص چیه، ما نمیدونیم این قرص چه محتوایی داره، فقط این رو میدونیم از چین وارد کردن و به نوعی دارن آزمایش میکنن روی شهروندان ایرانی، حالا خوب شدن یا جونشون رو از دست دادن، برای اینها هیچ ارزشی نداره، مهم نیست. مهم این هست که این رو در ایران آزمایش بکنن. چرا در خود چین آزمایش نکردن؟ چرا چنین اتفاقی در هیچ جای دنیا نیفتاده؟ در هیچ جای جهان شما نمیتونید سراغ داشته باشید که افراد میان سال و جوان به اندازه ایران بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست داده باشن. این مسئله خیلی جدی و مهم هست و به نظر من باید خیلی در این باره بررسی بشه. ببخشید من یک سوال باز مطرحم، حقایق رو به بیرون درج بدن. یک سوالی مطرحه، حالا مطلبی که شما اشاره کردید بسیار مهمه و تمنای ما هم اینه که پزشکان و عزیزان کادر درمان، هر کسی اگر چنین مواردی رو حس میکنه، خب میدونه که بالاخره خطرات وجود داره و این نظام قابل اعتماد نیست، اون چرا که درک میکنن بهتره که به رسانه هایی مثل آیه مثلا جوانمردی، رسانه ما در کلمه، یا رسانه که قابل اعتماده، رسانه های مبارز بدید، دور تیوی و امثال اینها، خبر رو انتقال بدید تا بشه این بررسی بشه. اگر شواهدی وجود داره حتما این کار رو بکنید، چرا که خطر خیلی جدیه که الان من در همین سوال بعدیم که به بخش صحبت های جوانمردی رو قطع کردم که نگرانی از همین های جوانمردی، بحث اپیدمی این ابتلا به کرونا خیلی گسترده شده تو ایران. در گذشته ما شاید کمتر شاهد بودیم که اینقدر در خانواده ها یا در کارمندان یا بالاخره در بین مردم این رواج پیدا کرده باشه و مردم مبتلا شده باشن، ولی الان با شناختی که داریم، ارتباطی که داریم، اکثرا میبینید به این بیماری مبتلا شدن، حتی پلاسمای اونها رو دارن در بیمارستان ها نگهداری میکنن تا به عنوان اینکه ما در مراحل بعدی برای دیگران استفاده بکنیم، و این تبدیل به یک جریان موج بسیار خطرناکی که در هیچ جای دنیا با این شدت ما مواجه نیستیم. این رو ارزیابی شما چگونه است که جمهوری اسلامی چرا اینقدر رها کرده مسئله رو؟ آقای احراری اگر حتما به یاد هم دارید، دقت کرده باشید، ما ماها قبل فریاد می‌زدیم که باید قرنطینه بشه ایران، وضعیت خیلی بده، کرونا داره گسترش پیدا می‌کنه، جدی هست، جدی بگیرید، مردم نیایید بیرون، تمام این مسائل رو که حالا مطرح میشه اون موقع میگفتیم. اون موقع رسانه‌های جمهوری اسلامی به عنوان نمونه از این صحبت ها رو میذاشتن، تمسخر میکردن که ضد انقلاب داره بزرگ نمایی میکنه، به خاطر برگزار نشدن 22 بهمن هست، به خاطر برگزار نشدن این مراسم، اون مراسم، این مانو، این دقیقاً چنین توصیفاتی از این صحبت ها میشد. صحبت های ما صحبت های خودمون نبود، توصیه هایی بود که پزشکان شرافتمند در داخل کشور به ما میدادن و اون رو ما منتقل میکردیم. یعنی تحت هیچ عنوان بنده و کل تیم ما هیچ وقت خودمون در مورد کرونا هیچ اظهار نظری نکردیم، چون نه تخصص ماست، نه موضوعی هست که ما ازش سررشته داشته باشیم و اطلاعات کافی داشته باشیم که بتونیم به مردم بدیم. منتها توصیه های داخل کشور رو تمام و کمال باستاب میدادیم. اون موقع جدی نگرفتن، نه تنها جدی نگرفتن، سیاست هر خانه کرونایی رو توسط روحانی به مورد اجرا گذاشتن، در موارد متعدد، تجمعهای مختلف، در مشهد، در تهران، در شمال کشور، همه میدونیم که این ویروس از حوزه علمیه قم
منتشر شد توسط طلاب چینی حوزه علمی قم در سر تا سر کشور منتشر شد. بعد از اون آخوندهای خودشون رو فرستادن به بهترین مکانها، به کاخهای خودشون، به آخوندهای رده پایین، به هتل‌های 5 ستاره و هتل‌های درجه 1 در اقصا نقاط کشور که اون موقع فاش شد، ویدیوهاش منتشر شد. و بعد با ادامه این روند و سیاست هر خانه کرونایی، وقتی که همه رو درگیر کردند، مسئله که ما بارها هشدار داده بودیم از قبل، حالا که بحث انفجار خشم مردم مطرح است، حالا که مشروعیت نظام به طور کامل نه تنها خدشه دار از بین رفته، دیگه مشروعیتی در بین خودی هاشون هم ندارن، دستشون رو شده، مخصوصا در ماه آبان که ماه حساسی هست، ماهی که از این به بعد میشه گفت که تاریخ سقوط جمهوری اسلامی از آبان 98 کلید خورده، اینها اومدن ستادی رو، خامنه‌ای بعد از 8 ماه غیبت ظاهر شد، ستادی رو تشکیل داد تحت عنوان مبارزه با کرونا که همه فرمانده‌های نظامی و امنیتیشون در اون حضور دارن، بدون حضور پزشکان حاضر و متخصص کشور که کم نیستن، به جای اینکه اونها در رأس باشن، مثلا فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، فلان کادر وزارت اطلاعات سپاه، اینها گرداننده این ستاد هستن که در حقیقت ستاد بقای نظام هست. خب در حال حاضر که کرونا رو خودشون منتشر کردن، خودشون عامل هستن، کمک‌های خارجی، داروهایی که رسید رو هممون دیدیم، سر از عراق بیرون آورد، از لبنان، و محموله ها رو حتی توقیف کردن، مثلا ارتش عراق چند محموله رو توقیف کرد، رسانه‌ای شد. بعد از اون کاملا مشخص از جمهوری اسلامی قصد مبارزه با کرونا رو نداره، خودشون رو حفظ کردن، خامنه‌ای هیچ کسی رو نمی‌بینه، در بهترین مکان هست، روحانی، بقیه آخوندهای حاکم، حالا دست چندم و افراد پایین هم مسئله ای نیست، اینا بذار مثل مردم، اگر هم اتفاقی براشون افتاد خب خیلی هم خوب هست، برای اینها میتونن مظلوم نمایی بکنن، بگن کرونا ما رو هم میزنه، بدین ترتیب میتونن افکار عمومی رو فریب بدن. در حال حاضر مسئله مبارزه با کرونا نیست. همین امروز ویدیوهایی رو شما حتما دیدید که در شهرهای مختلف، در ساوه مثلا، در اردبیل، در شاهیندش، در شهرستانهای مختلف مردم تجمع کردن، صف گرفتن، همه به هم چسبیدن برای گرفتن مثلا مرغ یخزده یا برای روغن، برای نمیدونم چیه دولتی. خب کرونا اینجا هیچ خطری نداره. بعد رفتار اینها رو نگاه کنید، حضور بسیج و سپاه در خیابون چه ارتباطی داره به کرونا؟ حضور بسیج و سپاهی که خودش هیچ سررشته هیچی نمیدونه از مسئله ویروس شناس نیست و ارتباطی نداره به مسئله. بعدم شما دقت کنید زمان بندی این مسئله، مثلا از ساعت 6 تا از بعد از ظهر، یا از ساعت 8، از ساعت 9، بسته به جاهای مختلف، بسته به مسئله ریسک یا خطر امنیتی که حس میکنن، این رو مثلا میگن کسی نباید از این ساعت تا این ساعت رفت و آمد داشته باشه. یعنی کرونا مثلا از ساعت 6 به بعد میاد سراغ مردم که رفت و آمد کم بشه و دیگه نیاد، صبح نمیاد، و اتفاقا چه بسا بسیار بدتر هست. با این زمان بندی باعث شده که مردمی که فرضاً ساعت 4-5 از سر کار مرخص میشن، اینها برن با عجله بخوان برن بازار، خریدی نیازی چیزی هست رو بگیرن، و ازدحام و ترافیک، و باز هم مردم ناخودآگاه مجبور بشن تجمع بکنن یا رفت و آمد خیلی زیاد بشه و دقیقاً نتیجه معکوس داشته باشه کاری که یا هدفی که جمهوری اسلامی اون رو اعلام میکنه. اینها هدفشون اساساً مبارزه با کرونا نیست، اتفاقاً درگیر کردن همه مردم با کروناست. کرونا رو رنگ کردند، مسئله حفظ و بقای نظام هست، وگرنه جمهوری اسلامی ماهاست میتونست تدابیر زیادی رو انجام بده که نداده. مثلا در امریکا برنامه هایی انجام شد، در بسیاری از کشورهای اروپایی آقا شما نباید بیاید سر کار، از خونه کار کنید یا کار نکنید اصلا، ولی حقوق همه رو دادن، ولی پول همه رو دادن. آیا چنین مسئله‌ای در جمهوری اسلامی بوده؟ کارگران همین حالا دارن باید کار بکنن، در مخصوصا شرکت هایی که وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات یا بیت رهبری هست، پول اونها رو هم نمیدن، همین کارگران مثلا افتپه یا پتروشیمی های مختلف در جنوب کشور، یا کارگران زیادی در مثلا در تهران، در قزوین، در جاهایی که کارگر زیاد دارن، کدوم یکی از اینها مصون موندن از مسئله کرونا؟ تحت هیچ عنوان شما میبینید، دقت کنید، مسئله کرونا نیست، بقای نظام مسئله است، و برعکس اینها دوست دارن که همه چنان درگیر کرونا بشن
که به فکر هیچ چیزی نباشند و دنبال درد و مرگ عزیزانشون باشند. در حال حاضر ده ها هزار نفر که در ایران جان خودشون رو از دست دادن و اینها آمار واقعی رو اعلام نمی کنن، مسئول اولش شخص سید علی خامنه ای و بعد کل مجموعه جمهوری اسلامی است. متاسفانه ببخشید صحبت شما رو قطع کردم، داشتید مورد دومی رو اشاره میکردید که من احساس کردم که حداقل این بحث کرونا رو بیشتر باز کنیم. بفرمایید ادامه صحبتاتون. خواهش میکنم. من میخواستم در مورد مسئله تلویزیون شما، بسیاری از افراد که باورهای مذهبی دارن بهش نگاه میکنن، من میدونم این مسئله وجود گروه‌های مختلف القاعده در ایران و داعش در ایران بسیار بسیار مهم است. در گذشته شاید حدود 9 یا 10 سال پیش من سلسله مقاله‌ای داشتم، اون موقع برای صدای آمریکا کار می‌کردم، تحت عنوان سلفی‌های کردستان، که یک کار تحقیقاتی بود با کمک یک سری از دوستان در محل انجام شد. اونجا با دلیل و مدرک که در حال حاضر هست در اینترنت، سلفی‌های کردستان 1 و 2، داستان فرار افراد شاخه کردستانی القاعده از عراق رو که چجوری به ایران رفتند و جمهوری اسلامی آغوش باز کرد براشون، بهشون راه داد، جا داد، مکان داد، خیلی از اونها رو فراری داد، اون رو مطرح کردم. تصویر شما قطع شده آره بفرمایید. پوزش میخوام. تصویر برگشت؟ بله برگشت. اون رو من مطرح کردم. در اون دوره شاید برای خیلی ها عجیب بود که چجوری ممکنه القاعده در مجددن همین اتفاق برای تصویرتون افتاد. پوزش میکنم. برای اینکه تلفن اومد دوبار، من پوزش میخوام ازتون. نه خواهش میکنم، دیگه پیش میاد. در اون موقع زمانی که این مسئله اتفاق افتاد، خیلی ها تصور میکردن خب مگه ممکنه جمهوری اسلامی به القاعده راه بده؟ یعنی سال حدوداً، یعنی بعد از 2003 این اتفاق افتاد که بارها این اتفاق افتاد و من در چند مرحله روی این مسئله کار کردم. حالا اسناد کاملا رسمی بیرون اومده که رهبران القاعده از خود اسامه بن لادن قبل از کشته شدنش که میگفتن سالها در ابوتاباد پاکستان بوده، دروغ بوده، در اواخر به اونجا رفته بود، در 2-3 سال اخیر قبل از کشته شدنش، و تمامی افرادشون حدود 150 تن از رهبران القاعده در ایران بودن و خیلی هاشون همین حالا هم هستن. مثلا ابو حفص موریتانی که حاکم شرع القاعده و از یاران نزدیک اسامه بن لادن بود، این از 2001 در ایران، در حال حاضر هم در ایران به سر میبره، در مشهد بوده، حالا جاش رو عوض کردن. ابو محمد مصری، فرد شماره دوم القاعده، 3 ماه پیش توسط اسرائیل همراه با دخترش کشته شد. دخترش عروس اسامه بن لادن هست. و ایمن الزواهری که در حال حاضر میگن با کرونا مرده، میگن با کرونا مرده، در ایران جان خودش رو از دست داده، فرد شماره اول القاعده، که هنوز البته خود القاعده نگفته که ایمن الزواهری زنده است یا مرده. تمام این افراد در ایران هستند. با توجه به مدارک دیگه که در مورد روابط قاسم سلیمانی با داعش در سوریه مطرح شد، که چجوری اینها داعش رو تشکیل دادن، چجوری این رو کشوندن، بخشایی از حتی دموکرات‌های امریکا این رو خبر داشتند ولی بنا به دلایلی پخش نکردن، اینها همه گویای این هست که خیلی از افرادی که ممکنه معتقد باشن به، مثلا فکر کنن که جمهوری اسلامی یک رژیم شیعه هست، ضد سنی هست و جمهوری اسلامی پایبند به هیچ دین و ایمانی نیست، جمهوری اسلامی براش امنیت خودش، بقای خودش مهمه و در راستای بقای خودش حاضر هست با همه کار بکنه، از جمله با چین. مثلا در چین شما اویغورهای چین رو، مسلمانان چین رو، بلایی که اونجا سرشون میاد دقیقاً به مثابه اتفاقی است که در هولوکاست برای یهودیان افتاد. جمهوری اسلامی سکوت میکنه، دقیقا همینجور اردوگاه های کار اجباری و اونجا کشته میشن در سکوت جهان، کسی هم هیچی نمیگه. یا در مثلا روسیه بلایی که سر چچنی ها میارن، مسلمان های چچن، هیچ وقت جمهوری اسلامی در موردش صحبت نمیکنه چون مصلحتش نیست، ولی در مورد فلسطین صحبت میکنه. اگه کسی دماغش خونین بشه، چند برنامه سریال هم در موردش میسازم، پولای زیادی رو، چون مصلحت نظام این رو میطلبه. اینا مصلحت این حکومت فاسد دیکتاتور ارجحیت داره بر هر دین و مذهبی که
اینها خب مدعی هستن حتی مسئله تشیع. اینا به شدت یعنی تو رسانه ها گفته هاشون دارن نشون میدن که یک تابوی یک به قول معروف خطر جدی داره ایران رو تهدید میکنه که اون داعش هست. داعش توسط عربستان سعودی یا کشورهای عربی یا امریکا مدیریت میشه، سازماندهی میشه. این جریان آقای اسیود هم که یا حبیب سیبت من اسمش دقیقا نمیدونم رو به همین جریان نسبت میدن. خیلی جالب، سریال هم اون شخصیتی که حالا نقش اول سریال رو به عنوان یکی از رهبران وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه داره با اون چهره مظلومانه داره مثلا صحبت میکنه، شما مردم میکشید، شما آدم کشید، به گونه ای دارن جلوه میدن در حالی که واقعیت عملی که حداقل همه مردم ایران ما ها لمس کردیم اینی که این سیستم کنار همن. حالا شما مثلا اشاره خوبی کردید، خود مردم ایران در ایران نمیتونن زندگی کنن. کسانی رو که جمهوری اسلامی میگه دشمنان ما هستن به اصطلاح خودش در درون ایران زندگی میکنن، بهتر از مردم ایران از شرایط و امکانات و رفاهیات بهره مندن، حتی به قول کسی از ما هم بهتر تهرونی صحبت میکنن. و این واقعا چگونه، چرا با این همه که دارن این گونه عمل میکنن باز خودشون مثل اون کنیز مثنوی لباشون رو خشک میگیرن و میگن ما روزه داریم؟ بر همه کاملا روشن هست آقای احراری که جمهوری اسلامی هیچ وقت حقیقت رو نمیگه در هیچ موردی. همین امروز شما تصاویری رو دیدید، ما 4-5 تا تصویر رو پخش کردیم، به سرعت پخش و منتشر شد، در حومه خود شما هم پخش کردید. بله. در حومه بندر عباس آلونکی رو بر سر زن بی سرپرستی خراب کردند، زن خودسوزی کرد، تصاویری که همه رو به گریه انداخت در ایران، تصاویری که البته شانس این رو داشت مردم ببینن. خیلی از این اتفاقا ده ها بار روزانه اتفاق میفته و به دور از چشم رسانه ها و دوربین هایی هست که به مردم منتقل بکنه. این یکی پخش شد، خوش شانس بود. اینا بلا فاصله شما دقت کنید رفتن چی گفتن، گفتن شهرداری رفته ازش دلجویی کرده، زنی که در ICU در کما هست داره میمیره، خودسوزی کرده، چجوری ازش مثلا دلجویی کردن؟ مثلا گفتن خب ما یه زمین بهش میدیم. این دروغ محضه، این ترس از افکار عمومیه که میان دروغ میگن و میدونن که تعدادی از افرادی که به اینها کمک میکنن جزو دار و دسته باند حاکم هستن، تعداد از اینها فریب خوردن، فقط به خاطر منافع نیست. بسیاری فکر میکنن میگن آقا این ممکنه این سید حسینی باشه مثلا، تشیع اعتقاداتی که دارن فکر میکنن این درسته. برای فریب اونها خیلی مهمه، اونها برایشون مهم نیست من و شما چی فکر میکنیم و میدونن که ما میدونیم دروغ میگن، ولی برای راضی نگه داشتن این تعداد خیلی برایشون مهم هست بیان این دروغا رو بگن و بیان واکنش نشون بدن. در حال حاضر خب این مسئله، من این رو مطرح کردم که بپردازم به مسئله القاعده. مسئله القاعده، هیچ وقت القاعده در ایران هیچ عملیاتی رو انجام نداد. تا کی؟ تا زمانی که در اروپا سرویس های اطلاعاتی گفتن آقا در گزارش شد این مسئله دیگه، به خاطر داشته باشید رسانه های معتبر گفتن در همه دنیا در قلب اروپا القاعده داره عملیات انجام میده تروریستی، ولی در ایران هیچ خبری نیست. یعنی ایران اینقدر امنه؟ در صورتی که ما میدونیم، ما خب سابقه فعالیت در نیروهای مبارز کرد رو داشتیم، میدونیم نفوذ به داخل ایران کار سختی نیست و همه میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی القاعده ای که نفوذ میکنه به فرانسه، به قلب اروپا، به آلمان، به بریتانیا و تمام سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی رو پشت سر میگذاره، ولی در ایران نمیتونه کاری انجام بده. بعد از این نگرانی اومدن خودشون دو سه تا حرکت درست کردن، یکیش مال اهواز به اسم داعش، یکیش مال مجلس و یکی دو تا حرکت دیگه در کردستان که کاملا مشخص بود اسامی از قبل، مثلا حزب دموکرات کردستان اسامی افرادی رو که در مجلس حمله کردن تحت عنوان داعش و القاعده به مجلس شورای اسلامی پخش کرده بود دو سال قبل که اینها افراد نفوذی و اطلاعاتی هستند، مردم کرد مواظب باشید. خب از اینها استفاده کردن برای اینکه به دنیا بگن نه ما رو هم هدف قرار میدن، به ما هم میزنن. و در این بین افراد خودشون رو در رژه 31 شهریور 3 سال پیش قربانی کردن. براشون مهم نیست اصلا. این رژیم رژیمی هست که با فلسفه سینما رکس آبادان بنا نهاده شده، یعنی 400 خورده ای انسان که عمدتا طرفدار خودشون بودن
اینها رو در آتش سوزوندن و بعد انداختن گردن ساواک. به این طرف که میایم آخرین نمونهش مسئله هواپیمای اوکراینی هست، با دستور مستقیم خامنه ای عمدی تمام این افراد رو کشتن که فقط بگن دشمن داره این کار رو میکنه، ولی نتونستن با افشاگری به موقع اینها نتونستن این عمل رو انجام بدن. همون موقع هم که مسئله 31 شهریور اتفاق افتاد ما جزئیات گزارش رو گفتیم که دروغ محض هست، هیچ ارتباطی به هیچ گروهی نداره، ولی چون اساسا اینها داعش و القاعده در کنترل خودشون هست، میدن اونها یه بیانیه منتشر کنن بر عهده بگیرن موضوع رو و در حال حاضر دست اینها رو شده. مسئله ای که از این به بعد امریکا نمیتونه اون رو نادیده بگیره، حتی امریکای دموکرات، چون افکار عمومی میدونه، سرویس های جاسوسی این مسئله رو میدونن و دیگه فاش شده مثلا فرد شماره دوم القاعده ابو محمد مصری با دخترش در ماشین سفید رنگ پلاک سپاه پاسداران در خیابان پاسداران در تهران کشته میشه. این شوخی نیست، این اتفاقی نیست، این کاملا سازماندهی شده، کاملا جمهوری اسلامی اینها رو در آغوش گرفته، جمهوری اسلامی از اینها داره استفاده میکنه و به عنوان برک عامل فشاری در تعاملش با غرب با آمریکا داره از اینها استفاده میکنه. مسئله که خیلی مهم هست آقای احراری، کسانی که برای جمهوری اسلامی خودشون رو به کشتن دادن، خونواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، حالا بماند که اینها منحرف بودن و در مورد جمهوری اسلامی اطلاعاتشون نادرست بوده، تحت عنوان مدافع حرم در سوریه کشته شدند، هیچ ارتباطی به حرم نداره، اینها مدافع سوسیالیسم حزب بعث اسدی بودند، میشل افلاقی بودند که اگر شما کسانی که اطلاع ندارن برن بخونن که حزب بعث سوسیالیستی سوریه بر چه اساسی بنا نهاده شده، اصلا ضد دینی هست، ارتباطی به دین نداره. و دوم اینکه اصل داعش در خود ایران و القاعده در خود ایران هستن، نیازی ندارید شما برید در سوریه علیه اونها بجنگید، تمام این افراد فدای نظام جمهوری اسلامی شدن. آخرین نمونش دیشب دو شب گذشته اسرائیل برای چند صدومین بار، یعنی 200 و 300 خورده ای رو طبق آماری که شبکه حقوق بشر سوریه میگه طی کرده، اینها بمباران شدن، حتی نیومدن بگن که 5 فرمانده ما کشته شده. چون چرا؟ با همین دروغی که شما بهش اشاره کردید که اینها چجوری دروغ میگن، یه مدت دیگه اینا رو میارن مدافع شهدای حرم فلان، اینها رو غالب میکنن به خونواده هاشون که راضی بشن بله اینها به خاطر اسلام به خاطر چی و چی کشته و شهید شدن، در صورتی که از بیخ و بن نادرست و دروغ است. خب آقای جوانمردی، نیا کنید این نکته ای رو شما اشاره کردید که در اون مقالتون اشاره کردید به سلفی های کردستان، به عبارتی سلفی های تکفیری که تحت مدیریت نظام جمهوری اسلامی هستن. این نکته نیا کنید خیلی قابل تعمله. میخوام بریم برگردیم به 31 شهریور، واقع حادثه اسفبار اهواز. خب میبینید در اونجا حالا اون گروه الاهوازیه اعلام میکنه مثلا ما این کار رو انجام دادیم، چند ساعت بعد افرادی با سیمای داعشی مثلا میگن ما این عملیات رو به عهده گرفتیم و بالاخره ما عواملینش بودیم. در واقع یادم میاد شما و خیلی یا حتی اون زمان آقای زم هم اشاره کرد که مثلا شما اسنادی رو کردید که این افراد تحت نظر بودن اصلا، یعنی داخل ایران، یعنی بر اعلام شده بود که اینها مثلا ارتباط دارن با جمهوری اسلامی یا سازماندهی دارن میکنن. یک اتفاقی که اینجا قابل تأمل هست، حالا جدا از این سریال و دستگیری این آقای حبیب اسیود، یا من درست تلفظ نمیتونم بکنم اسمشون رو، حبیب الکعبی یا اسیود، حبیب الکعبی، نکته که اینجا قابل تأمل اینه که بعد از این حادثه که داعش مثلا اومد قبول کرد که کاملا مثلا مشخص بود که برنامه‌ریزی خود جمهوری اسلامی است، حالا اهداف دیگری که لازم نیست حالا من بخوام باز بکنم، جمع کثیری رو، خوب دقت کنید آقای جوانمردی، جمع کثیری از اهل سنت اهواز در اهواز دستگیر شد، به زندان‌های متعدد ایران ارسال شدن، خیلی‌هاشون اعدام شدن، خیلی‌هاشون در مشهد و شهرهای دیگه بودن و همه ما ازشون بیخبر بودیم تا زمانی که آقای نوریزاد، آقای خاصار در مشهد در زندان اینا رو دیدن که اینا گفتن آقا با اسپری فلفل و فلان و مثلا شما خبرها رو پخش کردید دیگه، با تهدید به همسرانشون و دخترانشون اعترافات دروغین گرفتن که الان حکم اعدامشون مثلا 14 نفر صادر شده و منتظر اجرا هستن که حالا گفتن شما سکوت
خبری بکنید تا ما شاید تجدید نظر بکنیم. حالا از این ور این گروه الاهواز دستگیر میشه، میگن آقا سرکرده اون جریان رو گرفتیم. اصلا این تناقضات و این رفتارها من برام خیلی قابل تأمله. حالا شما میگید خوراک داخلی داره، آیا ماموران اطلاعات خب خیلی هاشون توش نیروهای خوبی هستن، این آدم نباید این کار کنه، خیلی نیروهای سپاه خوبن، خیلی نیروهای امنیتی کشور همه که بد نیستن، یه تعدادی فریب خورده و همونجوری که شما میگید که واقعا درک نمیکنن، آیا متوجه این تناقض رفتاری نمیشن؟ از اون ور اینها آقای افتی میگه که ما بودیم امریکا رو مثلا حمایت کردیم در حمله به افغانستان، از اون ور آقای همین حرف آقای احمدی نژاد میزنه در مورد عراق و ایکس و ایگرگ و در مورد شوشتری، از این ور اینها دروازه ها رو باز میکنن، میبینید القاعده رو به دست میگیرن و مدیریت میکنن جهت ها و رفتار ها رو. خب من این همین که شما اشاره کردین اینا برای حفظ منافع این کارو میکنن، اما چه جوری میشه واقعا توجیه کرد و چگونه نیروهای درون نظام متوجه این اتفاق نیستن که اینها دارن یک چنین طرحهای شیطانی رو روز به روز گسترده تر انجام میدن؟ من فکر میکنم نیروهای داخل جمهوری اسلامی متوجه میشن و روز به روز این بیداری داره گسترش پیدا میکنه. همین افرادی که با ما تماس میگیرن و برای ما اسناد و مدارک و خبرهای بسیار محرمانه رو باز میکنن که حقیقت ماجرا کجاست، اونها افرادی هستن که بیدار شدند، روشن شدند و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. مسئله بیداری، مسئله آگاهی، مسئله آزاد اندیشی مصری هست و در بین نیروهای جمهوری اسلامی داره روز به روز گسترش پیدا میکنه. ارتش که تقریبا بدنه ارتش میشه گفت که اکثریتش با جمهوری اسلامی نیست، سپاه این همین اتفاق افتاده، اینها کنترل و تسلط بر خودشون رو هم از دست دادن. به همین دلیل هست که مدام فضایی رو دارن بیشتر سنگین میکنن، بیشتر ایجاد میکنن که همه در مورد هم گزارش بدن، اعتماد رو بین افراد کم بکنن که اجازه ندن هسته هایی در بین اینها تشکیل بشه، چون میترسن. همین که این اخبار به ما میرسه این بیانگر این هست که حقیقتاً در بین نیروهای جمهوری اسلامی ریزش داره روز به روز بیشتر میشه. همون موقع در مسئله 31 شهریور 3 سال پیش 2017 اگر اشتباه نکنم، همون موقع ما خبرهای رو منتشر کردیم. اتفاقا من با سخنگوی الاهواز صحبت کردم، چند بار من صحبت کردم، گفت ما هستیم. منم بهش گفتم ما هم این اسناد رو داریم که نمیخوام اینجا در موردش صحبت کنم، که این توسط جمهوری اسلامی انجام شده و از اینجا رفتن، اینطوری تحت نظر بودن، تحت این عنوان بوده و اطلاعیه‌ای که داعش هم داده این اطلاعیه هم برای انحراف افکار عمومی هست. اون موقع خیلی خوب یادم هست من، چون این فرد در حال حاضر در اروپا سخنگوشون، بهش گفتم قرار هست داعش اطلاعیه بده به دستور جمهوری اسلامی و بعد اطلاعیه داد داعش. همین اتفاق افتاد. اون موقع دیگه الاهواز سکوت کرد، یعنی دیگه در مورد ما صحبت نکردن. اول میخواستن بگن خیر آقا اینا اشتباه میکنن، ما بودیم. یعنی اینها تسلط بر چند فرد از نیروهای خودشون رو هم از دست داده بودن، چون جمهوری اسلامی کنترل رو به دست گرفته بود. و بعد اطلاعات ریزی که ما از اون داستان داشتیم، نگاه کنید آقای احراری، وقتی که رژه‌ای انجام میشه از 3 تا 1 هفته قبل بستگی به منطقه اون داره، مثلا مناطق غیر حساس، جایی مثل یزد که غیر حساس هست 3 روز قبل، جایی مثل اهواز، کردستان، بلوچستان یا حتی تهران که اینا نقاط حساس و قرمز کشور هستند در رده‌بندی امنیتی خودشون، اونجا 1 هفته قبل محلی رو که قرار هست رژه توش انجام بشه کاملا حفاظت میکنن، اون محل تحت نظر گرفته میشه، مامورین 24 ساعته میرن اونجا و مواظبش هستن. معمولا رژه ارتش رو خود حفاظت اطلاعات ارتش بر عهده میگیره، مال سپاه رو خودش. در مورد اهواز برخلاف همه موارد گذشته 24 ساعت قبلش سپاه وارد میشه و سپاه میگه ما امنیت رو بر عهده میگیریم، چون حساس هست این مسئله. یعنی امنیت رو از حفاظت اطلاعات ارتش پس میگیرن، امنیت منطقه‌ای که قرار هست رژه توش انجام بشه، و خودشون امنیت اونجا رو بر عهده میگیرن. و بعد در تصاویر هست در جایی که این گروه نفوذ میکنن، وارد میشن و تعدادی رو میکشن، اونجا رو باز گذاشتن، اساسا هیچ نگهبانی اونجا نیست، اونجا به طور آزاد وارد میشن. از این بگذریم، شما تصور کنید یک خودرو از خارج کشور وارد ایران میشه پر از سلاح، این همه ایست بازرسی رو پشت سر میگذاره، به طور آزاد هم وارد یک رژه میشن، تا وسط رژه میرن، کسی نمیفهمه، و بعد میزنن تعدادی رو میکشن، بعد همه رو میکشن.
یکی از این افراد دستگیر شد، یکی از این افراد دستگیر شد، نیروی انتظامی دستگیرش کرد همونجا. اگر مراجعه کنید یا کسانی که حافظه تاریخیشون قوی هست، تمام این داستان‌ها رو ما پخش کردیم، ویدیو رو پخش کردیم، اسم رو پخش کردیم. یکی از افراد دستگیر شد، نیروی انتظامی دستگیرش کرد، بلافاصله یکی از اعضای لباس شخصی اطلاعات سپاه اومد یه تیر خلاص زد تو سرش. شما چگونه ممکنه یک شاهد رو بکشید وقتی که شاهد ماجرا هست؟ این خودش یکی از افرادی است که تیراندازی کرده، به قول شما تروریست داعشیه، برای چی این رو میکشید؟ در کجای دنیا چنین اتفاقی میفته؟ دستگیرش کردید، شما باید برید تخلیه اطلاعاتی کنید، از کجا اومدید، چجوری اومدید، چجوری وارد شدی، چجوری نفوذ کردی. به جای اینکه این اتفاق بیفته، شما وسط همونجا در همون پارکی که دستگیرش کرده بودن همونجا زدن کشتنش. و بعد که نیروی انتظامی گزارش داده بود که این اشتباه بود، این گزارش رو هم محو نابود کردن که شما کاری نداشته باشید، این مسئله به بالا ارتباط داره. کاملا ساختگی، تحریزی و برنامه ریزی خودشون بود برای اینکه تعدادی از افراد خودیشون رو قربانی بکنن و این پیام رو هم به خارج کشور هم به داخل بگن که ما نه دروغ میگن که میگن داعش و القاعده با ما هستن، دیدی ما رو هم هدف قرار داد، دیدی ما رو هم زد و این پیام رو با اون ایران. حالا آقای کعبی رو دستگیر کردن، اومده جلوی دوربین صحبت میکنه. آقای احراری، کدوم یک از اعترافات تلویزیونی افراد دستگیر شده رو بوده شده هیچ سندیت و اعتباری داره؟ یادتون هست زمانی که دانشمندان اتمی رو ترور کردن، یه تعدادی رو آوردن گفتن در اسرائیل دوره دیدیم اومدیم، چه داستانهایی رو تعریف کردن؟ اگر ندیدید رو بینندگان برید ببینید، جوانان برید ببینید اونها رو. و بعد همین افراد که از زندان آزاد شدن اومدن گفتن اساسا اسرائیل رو ندیدن و تحت شکنجه مثلا ویزاشون رو خواستن در بیارن، همه چی رو گفتن، گفتن آقا بدید بنویسید ما میگیم. در مورد روح الله زم در حال حاضر که در معرض اعدام هست، روح الله زم اومد سناریوشو نگاه کنید چقدر مضحک هست. روح الله زم که فقط حق سوسیال یک پناهجو رو در یک پناهنده ساده رو در پاریس میگرفت و برای نون شب به غیر از این پول که این پول پناهنده ها کم شده نسبت به گذشته، کسایی که کار نمی کنن اروپا هستن میدونن چنان، این پول یه جوری هست که فقط برای خورد و خوراک، برای هیچ ریخت و پاش، برای هیچ کاری نمیشه باش انجام داد، مثل سابق نیست. روح لازمی که محتاج بود خیلی مواقع میومد آقا شما $1,000 داری، $1,500 داری تا سر ماه بهتون پس میدم، اونجا در اعترافات تلویزیونی میگفت که قرار هست یه موشک من بخرم $1.5 million پول بدم. یعنی $1.5 million چجوری منتقل بشه؟ از کجا چنین پولی هست؟ بعد موشک مگه مثلا یه کلت خریدنه؟ یه موشک بخری، اونم کسی که خودش تو ایرانه و کسی یه آدم معتادی که مال خود جمهوری اسلامی هست اون بیاد بگه من برات موشک می‌سازم. این داستان ها مضحک خنده‌دار هست و مصرف داخلیش برای اون دست از افرادی هست که هنوز پای تلویزیون جمهوری اسلامی میشینن و به اونها مجبور هستن که باور بکنن نونشون روزیشون از نظام فاسد جمهوری اسلامی هست. به همین دلیل صحبت‌های آقای کعبی هم اصیلت هم هیچ ارزش و اعتباری نداره، داره انشای دیکته شده جمهوری اسلامی رو قرائت میکنه مقابل دوربین. بله خیلی متشکرم. مطلب خاص دیگه اگه دارید بفرمایید تا من کم کم سوالا رو مطرح کنم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید. خب اولین سوالی که میخوام از بینندگان مطرح بکنم، البته من سوالای خودم رو فعلا متوقف میکنم چون دیدم ماشاءالله پیام زیادی اومده، اینی که خواستن از آقای جوانمردی بپرسید تکلیف تقلب انتخابات آمریکا چه میشه؟ ببینید آمریکا کشور قانونه، کشور قانون به این معنی نیست که انسان‌هاش فرق دارن، نه، اونجا سیستم فرق داره. سیستم به نحوی هست که ممکنه من اونجا بخوام کلاهبرداری بکنم، ممکنه بخوام تقلب بکنم در انتخابات یا هر کار غیر قانونی انجام بدم، منتها قانون هست و این قانون در مرحله جلوگیری میکنه، نمیذاره و برمیگردونه حقیقت رو. در حال حاضر مسئله تقلب انتخابات امریکا به دادگاه ها رسیده در 6 ایالت که یکیش رو پس گرفتن، در 5 ایالت این شکایت قانونی در جریان هست که دست کم میگن در 4 تاش ممکنه به مرحله بعدی برسه. ما نمیدونیم نتیجه این چه خواهد شد، ولی این رو قطعا میدونیم که اجازه نمیدن حق کشی بشه دادگاه ها.
دادگاه در امریکا کاملا مستقل هست، تحت نفوذ نه دولت هست نه حزب احزاب هستند. اینکه خیلی ها چون قرینه سازی میکنن مردم ما، میگن خب چون در ایران ما قاضی مستقل یه جوک هست نداریم همچین چیزی، فکر میکنن در امریکا هم همینطوریه. امریکا اینطوری نیست. مثلا نمونه های خیلی بارز رو من اگه بخوام اسم بیارم، پرزیدنت ترامپ برای نمونه چند تا حکم و حکم حکومتی یا قانون مسئله غیر قانونی با حکم حکومتی رو اجرا کرد. مثلا گفت از چند کشور نباید مسافر بیاد، حتی گرین کارت هم داشته باشن اون اوایل. بعد از اون یه سری قاضی بلافاصله رد کردن، گفتن این خلاف قانون اساسی هست و موارد دیگه. یعنی حتی رئیس جمهور که فرد اول مملکت هست، توسط مردم انتخاب شده، قدرت اول کشور رو داره، یه قاضی به راحتی میتونه حکمش رو پس بزنه و بگه که غیر قابل اجراست. بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم دادگاه‌های آمریکا چه تصمیمی میگیرن. بله، حالا یک سری پیام‌های خاص فرستادند و تبریک و بالاخره خوشحالی که شما تو برنامه حضور دارید، ولی یک سوالی بیننده مطرح کرده مبنی بر این که اگر آقای ترامپ در انتخابات پیروز نشه، آیا در این فرصت کوتاه ریاست جمهوریش میتونه کاری کنه خامنه خائن رو به زانو در بیاره و ملت ایران رو در سرنگونی این رژیم منحوس کمک بکنه یا نه؟ دوستان گرامی، بارها ما در برنامه‌های زنده و لایف گفتیم که هدف پرزیدنت ترامپ سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. اونها هدفشون تغییر رفتار هست. برای سقوط جمهوری اسلامی باید این سیگنال و پیام از داخل کشور به اونجا برسه که اکثریت مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. این در حرف با هشتگ هم نمیشه. این باید حضوری در کف خیابون باشه. همین مسئله در مورد دموکرات‌ها هم صدق میکنه. آقای ترامپ هیچ موقع نگفته که ما میخوایم رژیم رو سرنگون بکنیم. فشار حداکثری و تناب داری که گردن جمهوری اسلامی انداختند برای تغییر رفتارش هست. و اگر جمهوری اسلامی تسلیم بشه و آقای ترامپ دوباره رئیس جمهورم بشه، بار دیگه همین سیاست رو ادامه میده. نه اینکه بخواد خامنه ای رو دار بزنه، تغییر بده رژیم رو، نه. این تغییر به دست ما انجام میشه. این تغییر در توان ماست، توسط ما قابل اجرا هست. اگر ما این سیگنال رو بدیم به ترامپ یا هر دولتی در امریکا، مطمئن باشید در سیاست گذاری اونها بسیار بسیار مؤثر هست. لابی های جمهوری اسلامی خیلی تأثیر دارن در امریکا. نمونه ساده ای براتون بگم، حالا مشخص شده در مصاحبه خود آقای باراک اوباما، رئیس جمهور 43 و 44 امریکا، اعلام کرده که در جریان تظاهرات سال 88 بعد از انتخاباتی که کلاهبرداری کردن توسط خامنه ای میر حسین موسوی رو با یک حکم حکومتی از رئیس جمهوری خلع کردند و اجازه ندادن دوباره احمدی نژاد ابقا شد، اون موقع میگفت در دولت ما میخواستیم، از من خواستند که یک اقدام فوری انجام بدم، ولی مشاوران ایرانی اومدن گفتن شما کاری نداشته باشید بهتره. مشاوران ایرانی چه کسانی هستند؟ نایاک لابی های جمهوری اسلامی. همزمان جمهوری اسلامی در سه جبهه مشغول، در یک جبهه در داخل کشور داره سرکوب، دروغ، پیغام غلط به جهان فرستادن در موارد مختلف، اینکه خودش رو محبوب و اکثریت مردم نشون بده، مسئله مخالفان رو اقلیت و تعداد بسیار کمی از مردم نشون بده، در خارج از کشور برای باجگیری مشغول ترور در سطح منطقه هستند، تروریسمشون علیه عربستان سعودی، علیه کشورهای نزدیک به امریکا، در یمن، در سوریه، در عراق، کشورهای مختلف و در افغانستان و در سطح خارجی هم مشغول لابیگری هستند. همین لابی هایی که آقای اوباما رو پشیمون کردن از اقدام فوری، همین لابی ها جمهوری اسلامی رو دارن سعی میکنن که نوع دیگه ای نشون بدن. همین حالا شروع کردن که امریکا باید برگرده به برجام، امریکا باید این کار رو بکنه، که این وظیفه ماست در خارج کشور دست این لابی جمهوری اسلامی رو کنیم به عنوان افرادی که در راستای منافع مردم ایران گام بر نمی‌دارن، نماینده مردم ایران نیستند، نماینده آخوندهای حاکم بر ایران هستند که دشمنی دارن با مدرنیته، با انسانیت، با عقلانیت، با کل جهان آزاد. این مسئله بسیار مهمی هست. یکی دو سال مطرح شده در ارتباط با همین ترور مرد شماره دوی القاعده که میگه آیا کشورهایی مثل امریکا، اسرائیل
میتونن ایران رو وادار کنن به اینکه ایران قبول کنه که این فرد در ایران بوده و ترور شده. و سوال دیگری هم در همین زمینه مطرح شده که این سناریو رو از جمهوری اسلامی نباید ما نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در چند زمین همزمان بازی میکنه، بارها القاعده رو به عنوان ابزار استفاده کرده، عناصری از این رو باز به امریکایی ها تحویل داده طی معاملات، و این احتمال رو هم بدیم که جمهوری اسلامی خودش این فرد رو ترور کرده با دخترش و خواسته طی یک معامله این کار رو انجام بده، حالا بعد از 3 ماه مسئله خبری شده. نظر شما چیه آقای جوانمردی؟ جمهوری اسلامی اگر خودش ترور بکنه لزومی نداره که این گونه 3 ماه بعد توسط اسرائیل اعلام بشه. مدارکش، ویدیو و عکساش گرفته شده توسط افرادی که کشتنش. جمهوری اسلامی اون موقع اعلام کرد که اینها 2 نفر لبنانی بودند در خیابان پاسداران نزدیک منزل رئیس هشت شعبی ابو مهدی مهندس. نگاه کنید، یعنی تروریست ها خونه هاشون هم به هم نزدیک در ایران، اونجا کشته شدند. حالا چرا اونجا بودن کسی نمیدونه. جمهوری اسلامی اگر بخواد معامله‌ای بکنه میتونه اینها رو تحویل بده، این کار رو نکرده چون از اینها داره استفاده میکنه. شما دقت کنید هر موقع اتفاقی میفته در مورد ایران، یهو القاعده در اروپا حرکت تروریستی انجام میده، تمام نگاه ها میره القاعده. هر موقع خطر مسئله اتمی ایران پیش میاد، یهو بالا میگیره، اتفاقی میفته در یکی از کشورها، القاعده یه ترور انجام میده یا داعش حرکتی انجام میده که کل اروپا رو به خودش مشغول میکنه. اینها کاملا استفاده ابزاری مدیریتی هست که توسط آخوندهای حاکم بر ایران انجام میشه. اینکه در این بین امریکا بیاد فشار بیاره که باید اینا رو تحویل بدید، در مواردی این کار رو میکنن که منافع خودشون در خطر قرار بگیره. یعنی مثلا اسامه بن لادن در داستان 2001 به عنوان فردی که القاعده باعث شد که برچه دوقلوی آمریکا رو بزنن چون آمریکا هدف قرار گرفت، خودشون دنبالش افتادن. ولی قبل از اون همه میدونستن بن لادن وزیر هست در طالبان قبل از 2001، وزیر مالی هست، ولی کاریش نداشتن. در حال حاضر در ایران هست، افراد القاعده در ایران هستند، کاریشون ندارن. چرا؟ چون مستقیما امریکا رو هدف قرار ندادن. منتها این بحث که چون ما رو هدف قرار نداده ولی مهم نیست تروریست هست، این بحث داغی هست که نه، از این به بعد ما باید تروریست ها رو قبل از این که بزرگ بشن علیه خود ما باشن هدف قرار بدیم. و دیگه این بحث حزبی نیست، بحث دموکرات و بحث ریپابلیکن یا جمهوری خواهان نیست، این بحث امنیت ملی آمریکاست که مثلا در حال حاضر جمهوری اسلامی قدرتی نیست که بتونه ما رو تهدید بکنه به لحاظ نظامی، ولی بالقوه یک قدرت تروریستی هست که میتونه در آینده از تروریستاش یا افرادی که در کنترلش هستن برای حمله علیه امریکا استفاده بکنه. این مسئله بسیار بسیار مهمی است. به همین دلیل من تردید ندارم که جهان در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی، وجود القاعده و داعش در ایران، روابط پنهانیشون با جمهوری اسلامی، سکوت نخواهد کرد و مجبور هستن در مسیری تصمیم بگیرن که به نفع کشورهای غربی خودشون، به نفع همه جهان آزاد باشه، که جمهوری اسلامی نتونه به این گونه از این گروه های تروریستی تا ابد حمایت بکنه. خب پیامی به این مضمون اومده که شما که مدعی هستید که امریکایی ها و اسرائیلی ها میتونن مخالفین خودشون یا مخالفین احتمالیشون رو در کشورهای دیگه ترور کنن، بکشن، آیا این حق جمهوری اسلامی نیست که مخالفین خودش رو و مخالفین مسلح خودش را از کشورهای دیگه بالاخره اونها رو دستگیر کنه، به داخل ایران بیاره و محاکمه کنه یا عملیاتی داشته باشه؟ خب پس چرا به اونها حق میدید به ما حق نمیدید؟ سوال بسیار به جاییه از طرف افراد جمهوری اسلامی. اولا اینها مخالف امریکا نیستند. فردی که ابو محمد مصری درسته در بمبگذاری های علیه سفارت امریکا دست داشته، ولی این افراد آدمکش ها و تروریست هایی هستند که با سوء استفاده از دین هزاران انسان رو به کام مرگ فرستادند، انسان‌های بیگناه رو. هدف اونها انسانیت بوده، هدف اونها پایگاه‌های نظامی امریکا نبوده، پادگان‌ها نبوده، سربازان و نظامیان امریکایی نبودن. اونها زن و بچه، کودک، پیر، جوان، همه غیر نظامی با نظامی، همه رو هدف قرار دادند و این یک عمل تروریستی هست. بمب‌گذاری‌هایی که انجام دادن
عمل تروریستی هست. وقتی که فردی از القاعده از تهران دستور میگیره میره با خودرو 20 نفر رو در خیابانی در فرانسه زیر میگیره، این 20 نفر عمدتاً افراد غیر نظامی، زن و کودک و بچه در بین اونها مسلمون هم هست، این رو نمیشه گفت مخالف امریکا. اینها مخالف انسانیت، مخالف بشریت، مخالف تمام ارزش‌های انسانی هستند و تروریست‌هایی هستند که دشمن امریکا نه، دشمن انسانیت محسوب میشن. مخالفان جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ مخالفان جمهوری اسلامی افرادی هستند که آزادی میخوان برای کشورشون، افرادی هستند میخوان از فقر و فساد و از سوء استفاده‌ای که جمهوری اسلامی از دین به عمل میاره، از دزدی‌هایی که میشه. امروز آلونکی رو بر سر یک پیرزن بی سرپرست فرو ریختن، در صورتی که بزرگترین زمین‌خواران کشور سرداران سپاه و آخوندهای فاسد هستند. بچه‌های آخوندها در ناز و نعمت با پول همین مردم در خارج از کشور، هر کدوم در چند کشور سرمایه گذاری دارن. مخالفان میخوان این نباشه، مخالفان میخوان این دزدی‌ها به پایان برسه، مخالفان میخوان که پول‌هایی که برای حزب الله، برای القاعده، برای داعش، برای طالبان، برای حوثی‌های یمن، برای گروه‌های مختلف تروریستی در سرتاسر جهان فرستاده میشه، در داخل کشور برای شهروندان خود این کشور صرف بشه، برای مردم داخل ایران باشه، برای بهبود آموزش و پرورش، برای بهبود زندگی هزاران آلونک کشین بلوچستان باشه که در حال حاضر اگر شما برید اونجا رو ببینید اصلا فکر میکنید که اینجا ایران نیست، شاید یک کشور عقب افتاده آفریقایی در حال جنگ یا در حال نابودی است. اگر مخالفان فکر میکنن که آخوندها نباشن، اونها مسئله ساده‌ای که فقط مخالفت میکنن با یک رژیم نیست. مخالفان جمهوری اسلامی برای انسانیت، برای زندگی، برای رفاه، برای صداقت، برای درستکاری میجنگن، ولی جمهوری اسلامی برخلاف همه این هاست. و در ضمن ما حق بدیم و حق ندیم، اونها مخالفان خودشون رو ترور میکنن و سعی میکنن اونها رو بدزدند، از بین ببرند از طرق مختلف. مخالفان واقعی برای این مسئله هم آماده هستند. بله، حالا یه دو تا سوال با هم ترکیب میکنم که کمی کار جلوتر هم بیفته. بیننده سوال کرده که ایران چقدر نزدیک به ساخت سلاح هسته‌ای؟ آیا احتمال داره که به زودی جنگی علیه ایران توسط آمریکا یا اسرائیل یا ائتلافی بزرگتر از اینها صورت بگیره؟ بیننده دیگه عکس این جریان رو گفته که ما شک داریم به دولت آمریکا و اسرائیل، احتمالاً اینها رابطه پنهانی با ایران دارن. بفرمایید. از سوال دومتون پاسخ بدم، جمهوری اسلامی اینقدر دروغ گفته به مردم، اینقدر دروغ گفته به مردم که مردم حق دارن نسبت به همه چی مشکوک باشند، ولی شک و شبهه‌ای در حقیقت در میان نیست. اگر احساس بکنن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا میکنه، این که در امریکا چه کسی چه حزبی بر سر کار هست مهم نیست. اسرائیل اقدام میکنه من فکر میکنم، ولی در حال حاضر ما چند ماه قبل گفتیم جمهوری اسلامی به 2 تا 3 ماه رسیده، یعنی دستیابیش به سلاح هسته‌ای. بعد از اون اسرائیلی‌ها نتنز رو زدن، چند پایگاه رو در داخل ایران زدن که جمهوری اسلامی تا به امروز هم انکار کرده. هنوز هم یکیش رو میگه خرابکاریه، یکیش میگه داخلیه، یکیش رو و پاسخ سر بالا داده. اسرائیلی‌ها بعد از اون زدن. بعد از این مرحله در حال حاضر خبرهایی که از جمهوری اسلامی زیر زمین میخواد برای ساخت سلاح هسته‌ای فعالیت‌هاش رو ادامه بده، این رو هم رصد کردن تا جایی که من بدونم. من فکر میکنم که نمیذارن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. جمهوری اسلامی این خواب رو هرگز تعبیر نخواهد کرد و به بهای سقوط کاملش توسط عملیات نظامی خواهد انجامید. به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. شما اگر دقت کنید ببینید که جمهوری اسلامی بیشتر هارت و پورت داره، شعار داره. 2 شب پیش اسرائیل اینها رو تارومار کرد برای چندمین بار. حکومت بشار اسد همپیمان جمهوری اسلامی تایید کرد، شبکه حقوق بشر سوریه تایید کرد، ولی خودشون صحبت نمی کنن در این مورد، خودشون تایید نمی کنن و باز انکار می کنن. این خفت انکار رو شما چی می بینید دلیلش؟ این خفت انکار در واقع به دلیل ضعف و ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در هر گونه رویارویی مستقیم هست. اینها کارشون فقط ترور، آدم ربایی، خرابکاری و جنگ‌های نیابتی است از طریق گروه‌های وابسته به خودشون، حالا چه القاعده چه داعش
چه حوثی، چه حزب الله لبنان و بقیه، خودشون جرأت و جسارت هیچ گونه رویارویی مستقیم رو نه با اسرائیل چه برسه با امریکا ندارند. خب آقای جوانمردی، بد نیست که بحث اینستاگرامتون هم مطرح کنیم، چون دوستان میگن اگه شما تصاویر رو پخش کنیم این داستان ریپورت اینستاگرام شما و اینی که داستان چیه، تا ما لینک هم بچه ها رو مانیتور میذارن تلویزیون بینندگان ببینن. بفرمایید در این مورد اگه توضیح دارید. آقای احراری، من دو پیج اینستاگرامی دارم، یکی شخصی که تیک آبی داره، بیشتر سعی میکنم چیزهای شخصی رو اونجا بذارم، یکیش که خبری هست علی جوانمردی دات آفیشال، اونی که خبری هست از لایو قبلیمون ریپورتش کردن، خبرهایی رو که میذاریم برای خیلی از افرادی که ما رو دنبال میکنن دیده نمیشه. دلیل اصلیش این هست، جمهوری اسلامی از فرصتهایی که هست در کشورهای غربی استفاده میکنه. شما میدونید چه اینستاگرام، چه توییتر، چه فیسبوک، اینها محدودیتهایی دارن. به همین دلیل شاید من خیلی راحت که اینجا دارم صحبت میکنم، اونجا خیلی دست به عصاتر صحبت میکنم که بتونیم از این تریبونی که هست کماکان استفاده بکنیم. با اینکه یک بار هم من شکایت کردم از اونها در امریکا و به دلیل شکایتی که از من شده بود توسط تیم علی انصاری، گروه وکلای کارتر راک در لندن رو استخدام کرده بودن که این صفحات بسته بشه و ما بعد از یک سال بازپس گرفتیم، ولی هنوز هم اینها دارن تلاش میکنن که صدای ما رو خفه بکنن اونجا. به همین دلیل حمایت هم میهنان خیلی مهم است. از این تریبون هایی که در شبکه‌های اجتماعی داریم باید حفاظت بکنیم. خیلی از حقایق رو واقعا نمیشه اونجا به طور صریح بیان کرد. مردم باید این رو متوجه باشن. ما سعی میکنیم از تریبون شما اگر اجازه بدید، تریبون‌های دیگه که تلویزیونی هستند و این محدودیت رو ندارن، در دست خودشون هست، تریبون‌های مردمی استفاده بکنیم برای توصیه‌های مخصوصا هوشیاری. این داستان برمیگرده به این که ما در مورد آتش و اختیار و مقاومت، حق مقاومت مشروع صحبت کردیم. مسئله حق مقاومت مشروع برای تک تک هم‌میهنان ما مسئله هست قانونی، انسانی، شرعی و حقی هست در قوانین حتی کشورهای غربی، مثلا در خود امریکا که بهش میگن سلف دیفنس، دفاع از خود، دفاع شخصی. وقتی که شما هدف قرار میگیری با چاقو یا با مثلا تفنگ، شما حق داری با سلاح از خودت دفاع بکنی. این یک حق قانونی است، این ترویج خشونت نیست. ولی اینها میان این رو ترویج خشونت تعبیر میکنن و رپورت میکنن، در صورتی که گروه های خودشون مثلا القاعده جمهوری اسلامی تصاویر سربریدن رو در یوتیوب و در جاهای مختلف میذارن، اینا رو همه برای مدت ها پخش میشن تا برشون میدارن و عمدی کاری ندارن به این که این ترویج خشونت هست یا کاری که ما داریم انجام میدیم. مسئله حق دفاع مشروع رو برای هم‌میهنانمون تبیین میکنیم که هر کسی حق داره، در صورتی که آخوندها دارن فرمان جهاد علیه مردم میدن، جوانان ما رو دارن به طرق مختلف از بین میبرن. در آبان ماه 4800 نفر دست کم جان باخته و شهید راه آزادی داریم ما. خب همین افراد، خونواده هاشون، مردم مخالف حق دارند عرصه رو بر آخوندها تنگ بکنن، از حق دفاع مشروع استفاده بکنن و کمپین هایی که راه افتاده آخوندکشی و غیره رو اجرا بکنن. این حق مسلم و طبیعی اونهاست که شبکه های اجتماعی این رو اجازه نمیدن. توییت های آقای خامنه ای پخش میشه در انکار کشتار یهودیان مثلا در آلمان، جنگ جهانی دوم و در جنگ جهانی دوم و خیلی از مسائل دیگه، منتها این مسئله نیست. ولی وقتی که ما صحبت میکنیم علیه جمهوری اسلامی مسئله است. این یک موضوع بحث گسترده‌ای هست که فرصت شما رو واقعا من نمیخوام با این اشغال بکنم، در فرصت‌های بعدی میشه در موردش صحبت کرد. بله، قابل تأمل هست. اتفاقا بد نیست این سوال رو مطرح کنیم که شما بحث دفاع مشروع رو مطرح کردید. در از ما هم در رسانه کلمه این قول رو به شما میدیم، تا وقتی که توان داشته باشیم و بتونیم از این رسانه استفاده بکنیم، در اختیار شما و هر عزیز دیگه، هر کسی که برای آینده ایران دلش به طرف بتپه، ما در خدمتش هستیم. شما فقط اعلام بکنید کی میتونید بیاد، ما در خدمتیم. اما این سوال مطرح میشه، خب وقتی که بحث دفاع مشروع مطرح میشه، بحث کمپین هایی که شما اشاره کردید که خب این کمپین ها رو اونها میبندن به نوعی به عنوان
ترویج خشونت میدونن، خب میگن آی جوانمردی یا امثال ما یا هر کسی دیگه، حالا این رو به طور کلی میگم، شماها جاتون نرمه، نونتون گرمه، بالاخره پولتون آماده است و امنیت دارید، اینجا ما در کف خیابان در گرسنگی و ناامنی و گلوله و فشار و زندان قرار گرفتیم و میخواهید که ما آزادی رو به دست بیاریم، شما یعنی آیا فکر میکنید این کار شدنی هست یا نیست؟ آیا اصلا ما میتونیم بپذیریم که شما در اونجا در اون شرایط قرار گرفتید، ما در این شرایط، برای ما تعیین تکلیف بکنید؟ آقای اراری، پرسش به جایی هست. من هیچ وقت، شاید اولین بار باشه صحبت میکنم، هیچ وقت در این زمینه صحبت نکردم، نمیخواستم و نخواستم و واقعا هم نمیخوام در مورد خودم صحبت کنم. من 18 سالگیم رو در زندان جمهوری اسلامی بودم، به دلیل فعالیت سیاسی هیچ موقع هم در موردش صحبت نکردم. یعنی وقتی که یک زندانی میگه من شکنجه میشم، من درکش میکنم، چون خودم یک سال در زندان اطلاعات بودم و کاملا درک میکنم چی میگه. بعد از اون من شانس یا افتخار این رو داشتم در مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی باشم، اون رو هم درک میکنم، میدونم چیه، چقدر سخته و چگونه است. در حال حاضر هم اگر بخوام در این مورد صحبت بکنم، نه، جای ما گرم نیست، میتونه گرم باشه، من میتونم از امکاناتی که هست، از آزادی که در امریکا هست، فرصتی که هست، میتونم برم یه جای زندگی کنم کنار دریایی، یه جای ارزون امریکا، خوش آب و هوا، بقیه زندگی رو اونجا در کمال خوشی و راحتی بگذرونم. این تمام رو دارم، ولی تمام اینها رو رها کردم. حتی مسئله من چند سال، این موضوع کاملا خصوصی هست، چند سال من مجرد شدم دوباره، من حتی ازدواج هم نمی کنم، چون فکر می کنم تا زمانی که کشور آزاد نشه این حق رو به خودم نمیدم که ازدواج هم بکنم. این مسئله شخصی خودم. در خطر، من همیشه در خطرم، من میام به سختترین، خطرناکترین جاهایی که ممکن هست و تصورش برای بیننده های شما سخت است، چون فکر میکنم زمانی که میگم مردم وارد خطر بشید، خودم هم باید خطر رو حس کنم، خودم هم باید در خطر باشم، خودم هم باید تمام اون مسائلی رو که کسی رو ازش انتظار دارم در داخل کشور انجام بده، خودم هم باید تجربه بکنم. پس بنابراین نه، اینطور نیست. جای ما، من نمیدونم، شاید کسان دیگری راحت باشه تفننی سیاست بکنن. من خودم معتقدم که ما اگر میخوایم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، باید به طور حرفه‌ای کامل تمام زندگی و انرژی اون رو بگذاریم بر مسئله آزادی. راه دیگه‌ای وجود نداره، راه دومی نیست. تفننی و روی مجلس عرق‌خوری یا زمانی که بیکار هستیم، زمانی که از خواب بیدار شدیم و نمیدونیم این تایمینگ، وقت آزادمون رو چگونه صرف بکنیم، بیایم مبارزه بکنیم، به این نمیگن مبارزه. به نتیجه نخواهد رسید. مبارزه تمام وقت جدی و حرفه‌ای باید انجام بشه و ما داریم این کار رو میکنیم. ما جامون راحت نیست. و در زمینه خیلی مسائل دیگه هم که خیلی مثلا میپرسن شما در زمینه مالی توضیح بدی چی دارید، من این رو میگم، کسانی که در امریکا هستن، خب ما در خفا زندگی نمی کنیم. هر موقع من صاحب خونه آنچنانی، ماشین آنچنانی، یا از حقوقی که خودم گرفتم در 15-16 سال کارمندی یک دلار، یک سنت بیشتر داشتم، همه حق دارم بگن که این پول از کجا اومد. و میخوام این رو با صراحت بگم، اینطور نیست. این حرف جمهوریه یا صحبت ها توجیه های جمهوری اسلامی هست، توجیه های نادرستی که اینها نمیرن بپرسن که مثلا مجتبی خامنه ای چگونه 140 هزار میلیارد تومان رو اختلاس کرده، برادر آقای خامنه ای چقدر اختلاس کرده، بچه هاش چرا اینقدر پول دارن، آقای روحانی خودش، برادرش چرا میلیارد، مالتی میلیاردر هستن با دلار، بقیه آخوندهای حاکم، ولی میان این مسائل رو مطرح میکنن که به مردم بگن به کسی اعتماد نکنید، شما اینها افرادی هستند که در خارج کشور در فکر خودشون هستند. اینها هیچ کدوم حقیقت نداره. خیلی متشکر، توضیح کاملی بود. حالا مواردی هم هست که باز در فرصت مناسب مطرح خواهم کرد. بیننده به نام سیاوش از تهران گفته که نظام جوانان رو در آبان 98 خیلی ها رو دستگیر کرده که خانواده ها میترسن اعلام بکنن، برخی از اونها رو دادگاهی در قم گویا، حالا نمیدونم ایشون از کجا خبر داره، حکم اعدامشون رو صادر میکنن. این قضات رو چگونه بعد مردم شناسایی کنن؟ به ما ها مردم لازم این قضات رو شناسایی کنن و معرفی کنن تا ما بتونیم ازشون انتقام بگیریم، ولی متاسفانه خانواده ها وحشت کردن و چیزی از فرزندانشون نمیگن. شما دقت کنید،
آمار خودکشی چقدر بارا رفته آقای احراری. هر روز به جایی رسیده که خودشون بخشنامه به استانداری ها میدن که اخبار مربوط به خودکشی رو پخش نکنید چون خیلی بالا رفته و از این مسئله میترسند. نه ترس از این که مردم جونشون رو از دست میدن، ترس از این که ممکنه مسیر افرادی که به این نتیجه رسیدن که خودکشی بکنن خارج بشه و اینها برگردند در فکر مجازات افرادی باشن که اونها رو به این روز انداختن. در چنین شرایطی ما چی کار باید بکنیم؟ بله، قضاتی هستن که بی‌محابا احکام زندان و اعدام رو دادن. حق دفاع مشروع در مورد اینها چی هست؟ جوانان ما نباید اجازه بدن که اینها در امنیت و نباید اجازه بدن که بتونن زندگی بکنن. وقتی که کسی که مثلا قاضی که در شیراز ما میشناسیم یا در تهران یا در اصفهان صدها نفر رو به کام مرگ فرستادن، قاضی مرگ که چند روز پیش خبرش پخش شد در آلمان بوده، خونوادش در ناز و نعمت در آلمان زندگی میکنن، افراد مختلف دیگه، اینها بتونن آزادانه زندگی بکنن، خیلی راحت میشه گفت که این در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این مسئله ادامه خواهد داشت. جوانان ما باید عرصه رو بر اینها تنگ بکنن، آتش به اختیار کاری بکنن که هر روز یکی از اینها مجازات بشه. مجازات این افراد خیلی خیلی مهم هست، باعث میشه که این روند ادامه پیدا نکنه. همزمان خونواده هایی که فرزندانشون رو دستگیر کردن باید صحبت بکنن. اینها هر روز افرادی رو دستگیر میکنن. دو روز قبل قرار بود 5 نفر رو در اصفهان اعدام بکنن، ولی به محض اینکه شرایط رو دیدن بحرانی هست دست نگه داشتن. اینها رو اعدام میکنن اگر مردم سکوت بکنن. این سنگ محک هست. خامنه ای کاملا حس میکنه که اگر یک قدم عقب نشینی بکنه مردم یک قدم میان جلو. به همین دلیل مدام در حال حمله، در حال جلو اومدن هستن. اگر ما مردم هم دقیقا همین کار رو انجام بدیم، اونها نمیتونن و اونها نمیتونن این وضعیت رو بدون تردید به این سادگی ادامه بدن. به همین دلیل جوانان ما باید از هر ابتکاری استفاده بکنند برای مجازات افرادی که مردم رو، قضاتی که مردم رو به این روز انداختن، دارن علیه کسانی که آزادی رو، حق خودشون رو فریاد زدن حکم صادر میکنند، ولی بزرگ دوستها، اختلاسگران، افراد متجاوز در کشور آزادانه دارن فعالیت میکنند. زمین خواران بزرگ، دوستهای بزرگ، افرادی که خلافهای بسیار سنگین انجام دادن، اینها در رأس مقامهای حکومتی هستن. این افراد باید مجازات بشن تا روحیه برای مردم بشه. خب آقای جوانمردی، یه نکته‌ای که اینجا الان مطرح قابل تأمله که باید بهش پرداخت اینه که برخی از هموطنان الان پیام دادن با این مضمون که حالا یکی دوتا پیام هست که ما رو متهم به تجزیه طلبی و فلان و جاسوسی کرده که اونها دیگه جای جواب نداره، خودشون جوابشو دارن. اما مطرح کردم بیشتر هموطنان، خیلی زیادن برای ما از این پیام ها میاد که برخی از این کسانی که خودشون رو برای آزادی ایران میگن ما داریم تلاش میکنیم، به جای اینکه برای آزادی ایران به نظام دموکراتیک فکر بکنن، به یک نظامی که بالاخره همه ادیان آزاد باشن مشابه اونچه که در تمام دنیاست، اینها راه اسلام ستیزی رو در پیش گرفتن، توهین به اسلام، توهین به اعتقادات مردم، فحاشی و تهدید. میگن اگر چنین افرادی بیان روی کار و در جمهوری اسلامی بره و اینها حاکم بشن، خب اینها میتونن چهره خیلی کثیف‌تر از جمهوری اسلامی ارائه بدن. آیا آقای جوانمردی هم نظرشون با چنین افرادی که اینگونه به نام اپوزیسیون هستن، حالا شاید از طرف جمهوری اسلامی اینا مدیریت میشن، نظرشون چیه که یعنی آیه فرد سیاسی بعد به اعتقادات مردم فحاشی کنه، تهدید کنه و بگه که در ایران اصلا باید اسلامی نباشه، دینی نباشه، خدایی نباشه، همسال اینها؟ برای اینکه پی ببریم این افراد چه کسانی هستند، خیلی ساده است اگر یک تحقیق کوتاه انجام بدیم. در مخصوصا آبان گذشته، قبل از اینکه اینترنت رو کاملا تعطیل بکنن، چون 2 روز ما اینترنت داشتیم بعد قطعش کردن، قبل از قطع اینترنت بسیاری از کانال هایی که اسمش رو پوزش میخوام، مثلا کانال پورن و جنسی نمیدونم چی، اسامی مختلف، کانال بی خدایان، کانال ضد اسلام، ضد محمد، چیزهایی خیلی شنیع علیه اسلام، علیه خدا، علیه مقدسات مردم در تلگرام، اینها به طور کلی برنامه هاشون شده بود علیه اغتشاشات و اونجا کاملا مشخص بود که مدیریت این کانال ها دست چه کسانی هست. کانال های پ
پورن و سکسی دست چه کسایی هست. یهو همه شدند مسئله اختشاشات دشمن. تمام خبرهایی که در کانال‌های جمهوری اسلامی پخش می‌شد رو منعکس می‌دادن و اونجاست که بیرون زد دم خروس و مشخص شد که اینا تحت مدیریت جمهوری اسلامی هستند. حالا در این بین ممکنه افرادی باشند با این وضعیتی که از جمهوری اسلامی دیدن از دین زده شده باشند، از کل اعتقادات دینیشون عقب نشینی کرده باشند، این هست. ولی اینکه مخالفان بخوان در این زمینه حرکت بکنن، من هیچ مخالف واقعی رو نمی‌بینم که بخواد ضد دین اقدام بکنه. اصلا اساس جامعه دموکراتیک ما میگیم کسانی که خارج کشور رو ندیدن، تجربه نمی‌کنن و این رو شنیدن از کانال‌های جمهوری اسلامی، این تصور کاملا اشتباه است. شما در امریکا یا در اروپا مسجد هست، کنیسه هست، کلیسا هست، دیر هست، همه چی، تمام مراکز مذهبی برای پیروانشون آزاد هست، حفاظت میشه توسط پلیس. یعنی شما در بیان و در عبادت و در پیروی از هر دینی آزاد هستید. این دین اسلام، سنی، شیعه است، هر چی هست، علویه، این بهایی، این مسیحی، یهودی، هر چی هست، شما کاملا آزاد هستید و حتی بی‌دین هم هستید بازم آزاد هستید، بازم کسی نمیتونه به شما زور بگه. این یعنی یک جامعه آزاد. جامعه آزاد جامعه ضد دین نیست. این بیانی هست که جمهوری اسلامی میخواد این رو به خورد مردم بده که اگه ما بریم، آقا اینا میان مساجد رو با خاک اکسان میکنن و هر کی اعتقاد داشته باشه از بین میبرن. شما هر کی اعتقاد داشته باشه بخوای از بین ببری، باید نصف دست کم نصف مردم ایران رو بکشید. مگه همچین چیزی ممکنه؟ اینها کاملا دروغ هست، تبلیغات جمهوری اسلامی هست. اتفاقا جمهوری اسلامی بیشترین زیان رو به خود دین رسونده. شما دقت کنید، تمام مردم ایران سال 1357 رو ببینید با حالا، چقدر مردم از اون تاریخ به این تاریخ اعتقاداتشون مستحکم شده یا تضعیف شده. جمهوری اسلامی با دروغ‌هایی که به اسم دین انجام میده، با فریب‌هایی که به اسم دین انجام میده، مخصوصا آخوندهایی که برای بقای نظام تمام دروغ‌هایی رو که هیچ ارتباطی به اسلام نداره تحت عنوان احادیث اسلامی به مردم، به خورد مردم میدن، اینها چه ارتباطی به دین داره؟ و برعکس در طرف مقابل کسانی که میان علیه اعتقادات مذهبی مردم صحبت میکنن، این دقیقاً برخلاف دموکراسی است. در دموکراسی هیچ کسی حق توهین به اعتقادات کسی دیگری رو نداره. اعتقادات همه برای خودشون محترم هست، کما اینکه در کشورهای غربی ما میبینیم. شما خودتون در کشورهای غربی بودید آقای احراری و بقیه بینندگانی که بودن، کسی که مسلمون باشه کسی میاد مسخرش میکنه یا میاد جلوگیری میکنه یا میگه شما نماز نخونید یا میگه اسلام دروغه، یا برعکس کسی که مسیحیه کسی کاری نه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود در نظام دموکراتیک اجرا میشه. بله، خیلی متشکرم. حالا من آقای جوانمردی واقعا نمیرسم پیام هایی که مردم ابراز خوشحالی میکنن، به شما تبریک میگن، نمیدونم داستان تبریکشون چیه، اما خب دوست دارم انتقاد رو بخونم، انتقادی که حالا از جانب هر کسی میخواد باشه، شاید هم توهین باشه، نمیدونم. ولی میگه که آقای جوانمردی نمیتونه روزنامه‌نگاری منصفی باشه چون در خدمت دنیای سرمایه‌داریه، در خدمت دیکتاتوریه به اسم مسعود بارزانی، و گفته دعای هدایت هم کرده برای شما. داستانش حالا من نمیدونم چه جوریه. حالا قبلا میگفتن اسرائیل و آمریکا و عربستان، حالا میگن آقای مسعود بارزانی. آقای مسعود بارزانی که میگن دیکتاتوره، کسانی که اطلاعات ندارن در مورد کردستان عراق، کردستان عراق مشکلات زیادی داره، از فساد اداری گرفته تا مسائل مختلف دیگه که در مجموعی به اسم عراق بسیار گسترده تر هست البته. ولی همین آقای مسعود بارزانی که این فرد گفته دیکتاتوره، احتمالاً به احتمال زیاد از افراد جمهوری اسلامی یا از افراد فریب خورده، در اونجا انتخابات برگزار میشه هر 4 سال یک بار، در اونجا پارلمان هست، در اونجا از همه مهمتر 234 رسانه آزاد در کردستان عراق وجود داره که در این رسانه های آزاد در اربیل مرکز حزب دموکرات آقای بارزانی گروه هایی و تلویزیون هایی و رسانه هایی وجود دارند که سخت ترین توهین ها رو به خود آقای بارزانی میکنن، سخت ترین انتقاد ها رو از اینی که شما گفتی بسیار سخت تر به آقای بارزانی میکنن و اینها نه کشته میشن، نه دستگیر میشن، نه از بین میرن. گام نهادن کردستان عراق به طرف دموکراسیه. یعنی وضعیتی که در کردستان عراق هست به خواب و خیال هم شما در نظام آخوندی نمیبینید. گرچه اونجا بله هنوز فساد مالی و اداری هست، هنوز تا اینکه بخوان سوئد بشن
اروپا بشن خیلی فاصله دارن. هنوز تا اینکه بخواد یک وضعیت باثبات اتفاق بیفته خیلی فاصله دارن. ولی در مقایسه با جمهوری اسلامی بسیار بسیار بهتره. در مقایسه با ترکیه بسیار بسیار بهتره. در ترکیه 500 خورده روزنامه‌نگار در زندان هستند. در کردستان عراق این دیکتاتوری که ایشون میگن چه تعدادی در زندان هستند؟ برین سوال بکنید. در سوریه بشار اسد 600 هزار نفر انسان کشته شده. چند هزار کودک، حدود 100 هزار کودک رو اینا قتل عام کردند. روزنامه‌نگاری دیگه باقی نمونده به غیر از مداحان خود بشار اسد. در خود عراق در بغداد 283 میلیارد دلار گم شد توسط عمدتاً اکثریت شیعه حاکم در عراق که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. و همین حالا شما میدونید ما هاست اعتراضات در داخل عراق به خاطر همین فسادی که مرتبط هست با جمهوری اسلامی در جریان هست. در حال حاضر ما تو این شرایط بیاییم بگیم که مثلا آقای بارزانی دیکتاتور هست. این از این دو وابستگی من. بنده کسایی که من رو میشناسن وابستگی به هیچ احدی ندارم و سربلند هستم که اگر اشتباه هم میکنم خودم اشتباه میکنم. اگر اشتباهی هم مرتکب میشم شخصی هست، به هیچ کسی ارتباطی نداره. نقطه نظرهای من با آقای بارزانی یا هر فردی دیگری اینکه این رو ارتباط میدن دروغ مطلق و جزء تمام تبلیغاتی هست که جمهوری اسلامی برای نفی و بی اعتبار کردن مخالفینش، نه علیه بنده، علیه همه مخالفینش داره هر روز پخش و منتشر میکنه. خب دو تا سوال دیگر هم با هم ترکیب میکنم. یک سوال از بلوچستان، مطلبی است که شخصی میگه فامیل ما به نام نعمت الله شهبخش با پای خودش رفته بود بیمارستان، به زور بستریش کردند و گویی از این قرصا بهش دادن، ما امروز دفنش کردیم، یعنی مرده. و بیننده دیگه ای گفته که من الان پیداش بکنم، از سنندج آورده بود. آره چون میگم پیام ها اینقدر زیاده، میگه راجع به برنامه‌تون الان خواستم بگم تو سنندج دارن از اون قرصا به مریضا میدن. امروز من با یه پرستار حرف زدم تو بیمارستان توحید، گفت به هیچ عنوان اگه مریض شدیم به بیمارستان نیاین چون از این قرصا میدن. این پرستار گفت به 3 تا مریض دادیم، 2 تاشون خوردن، یکیشون توی مشتش گذاشته بود که بعدن بخوره، 2 تاشون مردن، یکی که نخورده بود هنوز با رضایت شخصی از بیمارستان اومده بیرون. اون پرستار تو بیمارستان توحید، تو بیمارستان کوثر، اون پرستار بیمارستان توحید، بیمارستان کوثر، نمیدونم چجوری، ولی گفت اصلا قرص رو به ما نگفتن که این قرص ها خطرناکه، ولی این اتفاق افتاده. اینم در تایید صحبت های شما آقای جوانمردی. سپاسگزارم. در هر صورت مردم میبینن این رو، ما کشف نکردیم، اطلاعاتی است که از داخل ایران به دست ما رسیده و این رو داریم به مردم میرسونیم. نگاه کنید، بیننده ای گفته آقای جوانمردی عزیز سلام، من از جمله کسانی هستم که عذرخواهی واقعی بابت شرکت در شورش 57 به هموطنان بدهکارم. به هر حال دو گزینه به ذهن من متصور هست. از اونجایی که مردم ایران همواره به دنبال آلترناتیو هستن، به نظر شما بهتر نیست شاهزاده رضا پهلوی تحت حمایت سازمان ملل به ایران بیان؟ دو، آیا زمان را نرسیده در مقابل حکومت ایران تا به بن دندان مسلح مردم نیز دست به اسلحه ببرن؟ لطفاً با اسم محفوظ چشم اسمش نمیگیم. بفرمایید در این مورد. این سوال رو باید از شاهزاده رضا پهلوی بپرسید که آیا بهتر نیست این کارو بکنن یا نه. اگر دید شخصی من رو شما میخواید، من فکر میکنم که کمکاری میشه. من فکر میکنم که میتونه خیلی فعالتر و مؤثرتر باشن. به هر حال کسانی در مخصوصا شهرهای بزرگ ایران طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند. شما چه بخواید چه نخواید این هست. ولی خودش چرا عقب ایستاده یا میخواد در این حد فعالیت داشته باشه رو باید از خودش بپرسید. اینکه مردم از چه کسی حمایت میکنن و رهبری جنبش مبارزاتی مردم ایران برای آزادی چه کسی باشه، این هم واقعا از دید شخصی من مهم نیست. مهم این هست که ما پایبند به یک مسئله باشیم و اون سیستم و قانون هست. در فردای آزادی ایران قبل از اون که مسئله مبارزه هست، ما میتونیم بر سر مواردی به توافق برسیم که در مورد اون همه متفق القول هستیم، همه دید مشترک داریم. در مورد سقوط جمهوری اسلامی دید مشترک داریم، در مورد اینکه آینده کشور توسط مردم تعیین بشه در یک انتخابات و رفراندوم کاملا آزاد تعیین بشه، همه متفق هستیم. و اگر از دموکراسی نمیترسیم و اگر مسئله ما مردم هست، باید حول این محورها جمع بشیم. از دید من اصلا هیچ فردی
یا گروهی هیچ اشکالی نداره، میتونه رهبری جنبش رو، رهبری مبارزات مردم رو اگر لیاقتش رو داشته باشه به دست بگیره این گوی و این میدان. خب خیلی متشکرم. طبعا سوال بیننده مطرح کرده چرا شاهزاده خودشون برای اتحاد اپوزیسیون کار عملی انجام نمیدن و چرا اطرافیان شاهزاده در انتخابات از بایدن حمایت کردن. من نمیدونم اینجوری جریان چی هست، اما خب مطلب شما توضیح دادید و بیننده یه اشاره کرده مبنی بر این که خواهش میکنم از مدیریت شبکه جهانی کرمه که گفتگوشون با آقای جوانمردی به صورت MP3 در کانال تلگرام بذارن. دوستان اتاق فرمان اگه این محبت رو انجام بدید خیلی خوشحال میشیم، چرا که اینترنت در داخل ایران ضعیف هست، خیلی ها نمیتونن بالاخره مشروع مطالب ما رو بشنون. دوباره کسی دیگه در مورد همین قرص مطلبی اشاره کرده، گفته خانم پرستاری من این موارد رو گفته و گویا که این قرص ها خطرناکه، اینا هم خودشون تو بیمارستان متوجه شدن. از قشمم همین پیام اومده که قرص یا کپسول رو نخورن، این کپسول سیاه رنگ است، خانومی با 8 نفر دیگر. من نمیدونم داستانا چیه اینا، خدا رحم کنه، میگه حق داشتید که به عنوان اولین مطلب اشاره کردید. باز در شهر نجف آباد همین مسئله رو اشاره کرده، آمپولی تزریق شده که 4 نفر بیمار فوت کردن. اینا همه پیرامون همون صحبت شما هست. آقای جوانمرد شما چرا جامعه جهانی، ها این سوالی کرده، چرا جامعه جهانی و آمریکا به خاطر وجود و حضور نفر دوم القاعده و دختر بن لادن و سایر اعضای القاعده در ایران سیاست تغییر رژیم را برای جمهوری اسلامی انتخاب نمی‌کنه، کاری که تو افغانستان کرد؟ سیاست تغییر رژیم در ایران دست مردم ایران هست. وقتی که ما این سیگنال رو به هر دولتی در امریکا در سر کار هست بدیم، زمانی که ما در کف خیابون اتفاقی که در آبان افتاد و به نوعی لابی های جمهوری اسلامی در امریکا این رو تعبیر میکنن، میگن به خاطر گرانی بنزین مردم اومدن بیرون، ولی مردم به طور جدی برای سقوط جمهوری اسلامی از خونه ها خارج شدن و بار دیگه این اتفاق بیفته، این پیام رو ما به کشورهای خارجی بدیم که این رژیم چنان سست هست و پایه‌هاش در حال فروپاشی هست، اونها روی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری نمی کنن و سیاست تغییر رژیم رو در پی می گیرن. با نماینده های مردم سعی می کنن صحبت بکنن و پیدا بکنن چه کسانی مردم ایران به حرف اونها گوش میدن، براشون مهم هست، با اونها تماس میگیرن، با اونها صحبت میکنن، با اونها به توافق میرسن. ولی به خودی خود برای هشتگ یا با مثلا با چند برنامه تلویزیونی تبلیغاتی این اتفاق نمیفته. این اتفاق، این پیام باید از سر تا سر کشور به آمریکا، به کشورهای اروپایی داده بشه که اونها بدونن جمهوری اسلامی رفتنی هست کاملا، کما اینکه ما میدونیم اونها هم بدونن، دیدگاه های ما رو، ما مردم رو همه ببینند در کف خیابون، در عمل این سیاست تغییر میکنه. در مورد این قرص ها این رو فقط خیلی کوتاه بگم. خب ببخشید فقط یک نکته رو بگم که یه لحظه، همین الان از کرمانشاه هم پیام دادن که همین مورد، دو مورد پیش اومده که قرص دادن و تعدادی مردن، چند نفر بودن، دو تاشون مردن. ببخشید حالا ادامه بدید. می‌خواستم به موضوعی دقت بکنن همین الان، ما خیلی‌ها ممکنه بخوام برخورد بکنم با کادر درمان. کادر درمان هم مثل کسایی که قربانی میشن از این مسئله خبر ندارن. وقتی که داروی میاد به بیمارستان یا داروی رو در اختیار مثلا مرکز بهداشتی کرونا قرار میدن، خب اون پزشک یا اون پرستاری که اونجا هست واقعا نمیدونه، نه آزمایش کرده نه هیچ. به این گفتن مثلا این قرص ضد ویروسه، این رو بدید و بعد ریپورت کنید بعد از این حال بیمار چه خواهد شد، و اون این کار رو میکنه و اون داره خدمتش رو میکنه. پس دقت بکنیم که هیچ گونه برخوردی با هیچ یک از افرادی که پیشمرگانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند، یعنی کادر درمان، کسی انجام نده. خیلی از خود افراد کادر درمان جانشون رو از دست دادن. مسئولیت مستقیم این با سپاه پاسداران و بیت خامنه ای خائن هست و اونها هستن مسئولن در این مسئله. دقت کنیم کسی کادر درمان، پزشکان شرافتمند، پرستاران زحمتکش رو مقصر ندونه. خیلی متشکرم آقای جوانمردی عزیز، سپاسگزارم، چون وقتمون تموم شده، انبوهی از سوالات پی در پی همینجوری هنوز داره میاد. خیلی از بیننده هم گفتن دوست داریم که ما هفتگی در خدمت آقای جوانمردی باشیم دیگه، حالا این بستگی به کرم شما داره که چقدر به ما وقت بدید. چون وقتمون تموم شده، اگر امری نداری تا از شما و از بینندگان ما خدافظی کنیم. یک دنیا ممنونم آقای احراری از شما، از تریبون شما، از اینکه من آزادانه اینجا میتونم صحبت بکنم. سپاسگزارم از همه همیهنان گرامی که بیننده ما بودن.
سپاسگزارم. خب منم از شما سپاسگزارم. ضمن اینکه میگم صحبت آقای جوانمردی مسئولیتشون با خودشونه و بعد ارتباط به شبکه جهانی کلمه نداره. فردا نگید اراده گفته دفاع مشروع داره که همینجوری ما به اندازه کافی دیگه پیازمون تیز شده. خب سپاسگزارم شما آقای جوانمردی عزیز و از شما بینندگان. امیدواریم که بتونیم در برنامه‌های بیشتری در خدمت آقای جوانمردی باشیم. روزهای خوب و خوش و سلامتی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم پرچم اسلام رو نگه داریم. روز جنگ اقتصادی و جنگ روانی در برابر ملت ایران.